کنفرانسی بین المللی با موضوع آزادی دینی شیعیان در آمریکا برگزار شد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایز واچ با هدف دفاع از حقوق و آزادی های مذهبی شیعیان جهان به نمایندگی از آنها در نشست مؤسسه حقوق بشری تام لانتوس شرکت کرد. در این نشست که مدیر اجرایی شرایز واچ به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره جلسه حضور داشت، تعدادی زیاد از فعالان حقوق بشری از کشورهای گوناگون و با ادیان و مذاهب مختلف حضور داشتند. مصطفی اکوند، مدیر اجرایی سازمان جهانی شرایز واچ، در این اجلاس از سرکوب شیعیان در طول تاریخ در کشورهای مختلف، خصوصا کشورهایی که خود را اسلامی می‌دانند، سخن گفت. همچنین مدیر این سازمان بین المللی و دیگر فعالان این نشست با تأکید و تمرکز بیشتر بر شیعیان ساکن در کشورهای مصر، کویت، پاکستان، اندونزی و شیعیان قوم هزاره، سرکوب شیعیان توسط برخی حکومت‌ها و نیز کشتار آنان توسط سنی‌های افراطی در کشورهای مذکور را محکوم کردند. شرکت کنندگان همچنین درباره چرایی سکوت کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده آمریکا در قبال سرکوب شیعیان در کشورهای یاد شده گفتگو کردند. به گفته این فعالان، سرکوب شیعیان در کشورهای مختلف و خصوصاً در کشورهای خاورمیانه و آسیای شرقی علاوه بر دلایل مذهبی با مقاصد سیاسی نیز صورت می‌گیرد و آزادی آنان در انجام آیین‌های مذهبی و همچنین امنیت جانی آنان را تهدید می‌کند. در پایان این نشست که مدیریت اداره آن به عهده شرایز واچ بود، فعالان حاضر راهکارهایی را به برخی کشورهای قدرتمند ارائه دادند تا بتوانند با شناخت بیشتر از مذهب شیعه آزادی‌های مذهبی موجود در قانون اساسی خود و متحدانشان را دنبال کنند.